سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم بحث در مورد مکانیک کوانتومی رو با هم دیگه ادامه بدیم و با مفهوم تابع موج میخوایم آشنا بشیم خب قبل از صحبت در مورد تابع موج من میخوام از یه مثال از فیزیک کلاسیک صحبتم رو شروع بکنم فرض بکنید که ما یه جسمی داریم مثلا مثل یه ماشین یا یه گاری که در راستای محور ایکس ها در حال حرکت من محور ایکس ها رو اینجا براتون میکشم. فرض بکنیم که این محور ایکس های ما هستش و اون وقت یه مثلا گاری هم اینجا داریم یا یه ماشینی که داره در راستای محور ایکس حرکت میکنه. خب یه نیروی فرض کنیم به این وارد میشه. نیروی F و فرض بکنیم که اینجا هم مبدع محور X ما هستش بنابراین این فاصله مکان جسممون رو نشون میده مکان X که تابعی از زمان هستش چون جسم اون در حال حرکت هستش و فرض کنیم نیرویی که به جسممون هم وارد میشه خودش تابعی از مکان و زمان هستش یعنی fx و t رو داریم خب حالا یکی از مسئله اصلی در حقیقت مکانیک کلاسیک مکانیک کلاسیک یا مکانیک نیوتونی چی هستش این هستش که ما میخوایم مکان جنس جسممون یعنی ایکس تی رو به دست بیاریم با دونستن چی؟ با دونستن نیرویی که به جسممون وارد میشه خب چطوری این کار رو میکنیم؟ معمولا از قانون دوم نیوتون استفاده می کنیم که به ما میگه نیرویی که به جسممون وارد میشه F برابر هستش با حاصل ضرب جرم جسممون در شتابش A فرض کنیم جرم جسممون رو هم میدونیم مقدار M هستش خب این A خودش چطور بس بستگی داره به مکان جسممون آ برابر با مشتق دوم مکان نسبت به زمان هستش درسته دی دو X به دی تی دو خب پس حالا توی مکانیک کلاسیک اگر ما بتونیم این x تی رو به دست بیاریم وقت میتونیم چیکار بکنیم میتونیم خیلی کارا بکنیم میتونیم یه مشتق ازش بگیریم و سرعت جسممون رو به دست بیاریم وی مساوی DX x به دی t بعد میتونیم یه مشتق دیگه بگیریم و آ مساوی d 2 x به دیه تی دو رو مثلا حساب بکنیم یا این وی رو که به دست آوردیم میتونیم از روش مثلا تکانه جسممون رو حساب بکنیم پی مساوی ام در وی هستش جرم جسم در سرعتش یا میتونیم مثلا انرژی جنبشی جسممون کار رو اندازه گیری بکنیم که برابر با یک دوم جرمش در سرعتش به توان دو هستش و الی آخر پس بنابراین اگر ما این ایکس تی رو بتونیم به دست بیاریم توی مکانیک کلاسیک اون وقت هر متغیر فیزیکی دیگه ای از جسم اون مثل سرعت اشتکانش انرژی جنبشیش و غیره رو اگر بخوایم میتونیم خیلی راحت از روی اون به دست بیاریم پس مسئله اساسی ما پیدا کردن این ایکس هستش توی مکانیک کلاسیک خب چجوری یک تی رو حساب میکنیم گفتیم از این معادله قانون دوم نیوتون باید استفاده بکنیم اما یک چیزی رو هم ما میدونیم و اون اینه که نیرویی که به جسممون وارد میشه F برابر با منفی مشتق جزئی انرژی پتانسیلش نسبت به مکانش هستش این علامت روند علامت مشتق جزئی هستش پس این مشتق جز ای رو نشون میده چون وی میتونه خودش تابعی از مثلا مکان و زمان باشه ولی ما فقط نسبت به مکان ازش مشتق میگیریم خب پس اینجا هم بنویسیم که این وی چی هستش انرژی پتانسیل جسممون هستش خب چرا نیرو برابر با منفی مشتق انرژی پتانسیل نسبت به مکان هستش خب مثلا برای اینکه یه خورده اینو برای خودتون توجیه بکنید مثلا فرض کنید که یک همچین چاه پتانسیلی داریم و یه جسمی توشه مثلا یه همچین جایی هستش اون وقت اگه مثلا ما به این نقطه توی این نقطه مشتق انرژی پتانسیلمون رو حساب بکنیم میبینیم که یه شیبه مثبتی داره اما نیرویی که به جسممون داره وارد میشه در این جهت درسته چون این داره به سمت پایین حرکت میکنه که بیاد ته اینجا پس جایی که مشتق مثبت جهت نیروی ما میگه که نیرو باید منفی باشه یا برعکسش مثلا اگر جسممون این توپمون اینجا قرار داشته باشه اینجا میبینیم که این پتانسیلمون شیب خط مماس بهش که مشتقش تو اون نقطه هست منفیه و نیروی مثبتی داره به جسم اون وارد میشه که جسم رو دوباره بکشه به سمت پایین پس این علامت منفی از اینجا میاد و به خاطر این مشتق هستش که وقتی که جسممون دقیقا توی مینیموم پتانسیلش قرار داره یعنی جایی که مشتق صفر هستش هیچ نیرویی هم به جسم اون وارد نمیشه جسمی که ته چاهه هیچ وقت جابجا جا نمیشه درسته خب پس نهایتا نتیجه میگیریم که معادله که ما باید حل بکنیم یک همچین چیزی هستش ام, ام ضرب در دی 2 x به دی t2 برابر هستش با چی؟ برابر هستش با منفی مشتق جزئی v نسبت به x خب این ورمون که همون ام آ هستش سمت راستمون هم همون اف هستش پس این نهایتا معادله ای هستش که مکانیک کلاسیک دنبال حل کردنش خیلی وقتا و اگر این حل بشه سایر خاصیت های جسممون رو میتونیم به دست بیاریم برای حل کردن این معادله چون یه معادله دیفرانسیل مرتبه دوم هست یه سری شرط اولی هم لازم بدونیم دیگه مثلا مکان جسممون رو در لحظه سف باید بدونیم ایکس سف و همچنین سرعتش یعنی وی که مساوی DX به دی تی در لحظه تی مساوی با صفر هستش رو هم باید بدونیم اگر این شرایط اولیه رو بدونیم میتونیم معادله رو حل بکنیم و مکان جسم اون رو به خب حالا بیایم سراغ مکانیک کوانتومی ببینیم مکانیک کوانتومی دنبال چی هستش مکانیک کوانتومی داستانش خیلی با مکانیک کلاسیک فرق داره توی مکانیک کوانتومی معادله که ما دنبال حل کردنش هستیم معادله شرودینگر اسمش هست معادله معروف شرودینگر که اول من این معادله رو براتون می نویسم و بعد توضیحش میدم که مفهومش چی هستش این معادله یک همچین فرمی داره آی اچ بار در روند سای به روند تی مساوی هستش با منفی h بار دو روی دو ام در روند دوی سای به روند x دو به علاوه ی وی سای خب میدونم که قیافه خیلی ترسناکی داره این معادله اما الان فعلا نگرانش نباشید کم کم که بریم جلو با هم دیگه یاد میگیریم که این معادله چرا این شکلی هستش و چجوری باید حلش کنیم فقط من چند تا تو توضیح کوچیک براتون بدم آی چی هستش آی عدد مهمی هستش که ریشه دوم منفی یک درسته این است آی اچ بار چی هستش اچ بار ثابت نرمالیزه شده پلانک هستش یعنی اچ بار مساوی با ثابت پلانک که با اچ نشونش میدیم تقسیم بر دو پی هستش که تقریبا عددش مساوی هستش با یک ممیز صف پنجه و چهار ضرب در ده به توان منفی سی و چار. واحدش هم هست جول ثانیه خب وی چی هستش وی که همون انرژی پتانسیل ذرهمون هستش هر ذره ای که داریم معادله شرودینگر رو براش می‌نویسیم انرژی پتانسیلش هستش و نهایتاً سای چی هستش می‌بینید که معادله معادله دیفرانسیل بر به سای هستش و از حلش سای به دست میاد سای اون چیزیه که بهش تابع موج ذرهمون گفته میشه تابع موج و دقت بکنید که توی این معادله هم ما مشتق سای و نسبت به مکان داریم و هم نسبت به زمان پس سای تابعی از مکان و زمان هستش X و T. خب پس توی مکانیک کوانتومی به جای پیدا کردن مکان یه ذره ما دنبال پیدا کردن تابع موجش هستیم اما این تابع موج اصلا چی هستش و به چه دردی میخوره چرا ما دنبال پیدا کردنش هستیم ببینید تابع موج تابعی هستش که طبق تعریف اندازه اون به توان دو یعنی اندازه سایه x و تی به توان دو احتمال پیدا کردن ذره را در مکان x و در زمان تی به ما میدهد پس در حقیقت سایه تابع احتماله مثلا من اگر بگم سایه دو و پنج چی هستش یعنی اینکه احت... به ببخ... میخوام اندازه سای دو و پنج به توان دو چیه مثلا اگر بگم که اندازه سای دو و پنج به توان دو مساویه سه دهم ده هستش یعنی من سی درصد اگر اندازه گیری بکنم مکان زرم و در لحظه تی مساوی 5 سی درصد احتمال داره که توی مکان x مساوی دو باشه زرم خب میبینید که این یه فرق اساسی با مکانیک کلاسیک داره اینجا چون که توی مکانیک کلاسیک ما دقیقا x تی رو به دست می آوردیم و به ازای هر تی دقیقا میدونستیم مکان ز... جسممون کجاست اگر بخوایم اندازه گیریش بکنیم اما توی مکانیک کوانتومی یک در حقیقت نامشن وجود داره توی مکان زرمون و ما نمیتونیم با قطعیت مثلا 100 درصد بگیم که اگر در این لحظه مثلا تیم مساوی 5 ما اندازه بگیریم مکان زرمون رو کجا خواهد بود بلکه ما میتونیم یک سری احتمال بیان بکنیم مثلا بگیم به احتمال 30 درصد توی x مساوی 2 خواهد بود به احتمال مثلا 10 درصد توی x مساوی 5 خواهد بود در حقیقت ما میتونیم این تابع احتمال رو بعد از به دست آوردن مثلا رسمش بکنیم فرض بکنید که مثلا مجددا این محور ایکس های ما هستش این محور x ماه و اون وقت ما میتونیم این تابع احتمالمون رو اینجا رسم بکنیم مثلا فرض کنید که یک همچین شکلی داره این فرض بکنیم که سایه x هستش در یک لحظه مشخصی مثلا توی تی مساوی t فرض کنید که سایه x رو رست کنید پس در حقیقت سایه x رو مثلا t صفر فرض کنید هستش اون وقت این نشون میده که اگر ما در لحظه تی مساوی t صفر اندازه گیری بکنیم مکان زرمون رو چه احتمالی داره که توی جاهای مختلف پیداش بکنیم مثلا میبینیم که احتمال پیدا کردنش نزدیک این نقطه که x مساوی a هستش زیاده ولی نزدیک این نقطه که x مساوی b هستش احتمالش کمه و ضمناً دقت بکنید که سایه x و t خودش یک تابع مختلط هستش تابع یعنی مقادیری که خود سایه به خودش میگیره اعداد مختلطی هستش تابع مختلط هستش اما اندازش به توان دو همیشه یه مقدار حقیقی داره مثلا خود مثلا سایه فرض بکنید که یک و دو ممکنه مقدار خود تابه برابر باشه با مثلا یک دهم ده به علاوه دو دهم ده آی این یه مقدار مختلطه درسته اما اگر اندازش رو به توان دو برسونیم یک مقدار حقیقی میشه که اون احتمال پیدا کردن ذرمون در مکان یک در لحظه تیموساوی مساوی دو رو به ما میده خب چون این سای تابع احتمال هستش ما میتونیم مقادیرش رو, رو روی یعنی سای رو, رو روی یک بازه ای از مقادیر x مثلا از آ تا ب، میتونیم بیایم مقدار اه... اندازه سایب توان دو رو جمع بزنیم خب و البته من الان متوجه شدم که یه اشتباهی اینجا کم این نموداری که من اینجا براتون کشیده بودم اندازه سایب توان دو بود نه خود سای چون که گفتیم اندازه سایب توان دو که احتمال رو به ما میده و من میخواستم این تا احتمال رو براتون رسم بکنم خب میگفتم ما میتونیم بیایم چون این یک تابع احتمال هست مقدار اون رو, رو روی یک بازه ای از مقادیر x جمع بزنیم و حاصل جمع این احتمال ها میشه مساحت زیر این تابع احتمال توی بازه ای که ما میخوایم و اون وقت اون حاصل جمع احتمال پیدا کردن زرمون رو توی اون بازه ای از مکانها که ما روش جمع زدیم به ما میده یعنی به زبان ریاضی خب چون x یک متغیر پیوسته هستش جمع رو با انتگرال باید نشون بدیم دیگه درسته انتگرال مثلا از a تا b اندازه سای x و t به توان دو دی x چی رو به ما میده؟ اون وقت به زبان خودمون برابر هست با احتمال احتمال مشاهده ذره ما بین آ و بی بین مکان های آ و بی در لحظه تی رو به ما میده یعنی اگر ما در لحظه تی یک اندازه گیری از مکان ذرمون بکنیم احتمال اینکه مکان ذرمون بین آبی باشه برابر با حاصل جمع تک تک احتمال ها هستش که یافتنش توی مکان های مختلف بین آبی و هستش این انتگرال رو اگر حساب بکنیم احتمال و مشاهده ذرمون بین مکان های بی رو میده اگر یک اندازه گیری در لحظه تی بکنیم خب این از تعریف تابع منج جلسه بعد یه خورده بیشتر در مورد مفهوم اندازه و و برداشت های مختلفی که ازش میشه کرد میبینیم چون میبینیم که اندازه گیری توی مکانیک کوانتومی خیلی ظاهرا با اندازه گیری مکانیک کلاسیک فرق داره مکانیک کوانتومی میاد یه سری احتمال بیان میکنه مثلا نمیگه اگر توی لحظه ای مکان ذرت تا اندازه بگیری در میاد x مساوی دو بلکه میگه به احتمال سی درصد مثلا در میاد x مساوی دو و با احتمالات دیگه ممکنه جاهای دیگه ای به دست بیاد یا ممکنه بگیم مثلا به احتمال 50 درصد مکان ذرت بین یک و دو هستش اما چیز دقیقتر از این نمیتونه بگه جلسه بعد در مورد این بیشتر صحبت میکنیم خدا